شورای امنیت برای سومین بار نتوانست حملات اسرائیل به فلسطین را محکوم کند. شورای امنیت سازمان ملل برای سومین بار در یک هفته نشستی را در سطح وزیران درباره وضعیت فلسطین و اسرائیل برگزار کرد و این شورا نتوانست بیانیه‌ای با هدف محکومیت اقدامات اسرائیل علیه فلسطین صادر کند. پس از موفق نبودن شورای امنیت در صدور بیانیه نروژ، تونس و چین در بیانیه مشترکی خواستار توقف اقدامات خشونتبار و خرابکارانه شدند. وانگی وزیر امور خارجه چین که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در نشست اخیر بر عهده داشت گفت متاسفانه تنها به دلیل ممانعت یک کشور شورای امنیت نتوانست به یک صدای واحد برسد. شورای امنیت نشست فوقلاده را در روز یک شنبه 26 اردیبهشت در سطح وزیران امور خارجه از طریق ویدیو کنفرانس به درخواست کشورهای تونس، چین و نروژ برای بررسی تنش بین فلسطین و اسرائیل برگزار کرد. با وجود اینکه این جلسه در سطح وزیران برگزار شد اما آمریکا و اسرائیل به نمایندگان خود در سازمان ملل اکتفا کردند در این نشست شورای امنیت آمریکا از گروه های فلسطینی خواست تا به سرعت حملات موشکی خود را متوقف کنند لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل مدعی شد در صورتی که دو طرف برای آتش بس تلاش کنند، آمریکا آماده حمایت و پشتیبانی از آنها است.